او درنولدونکو د بغلان پونتون د استادانو په موټر وسلوال برید کې دوه تنه وژل شول او شپږ نور ټپیان شول. له دې برید وروسته ځینې قهرېدلو محصلینو د قربانیانو مړي پونتون ته ولېږدول او د نامنیو په ډېروالي یې نیوکه وکړه. که څه هم والي د طالبانو کار بولي خو طالبان پکې لاس لرل ردوي. د سشنبه په سهار کله چې د بغلان پوهنتون د کلنې پوهنځي د استادانو د لیږد کاستر د پوهنتون په لور روان و، د وسلوالو تر برید لاندې راغی چې پکې یو محصل او موټر چلوونکی ووژل شو او شپږ استادان ټپیان شول. یا جمله شهیدا یک محصل می باشه و یک دلیور می باشه و از شش نفر استادا زخمی است. د برید ځینې محصلین غوسه کړل، واټونو او د پوهنتون انګړ ته راووتل. ځینې محصلین له لیلې ووتل. دیگه این قضیه ما تحمل کرده نمیتونیم. ما دیگه دو پانزه ای دو اونجا هیچ درس خوانده نمیتونیم. حالی محصلی نه چرا میکشن؟ حالی استادا خود چیزی نکده بود؟ استادانو او محصلانو د اعتراض په ډول د پیښې قربانیان پوهنتون ته ولېږدول. معترضو محصلینو د بغلان پوهنتون د ادارې په دفترونو یرغل وکړ او د دفتر وسایل یې مات کړل. دشمنان مردم افغانستان با چنین عملات نمیتوانند که صدرای شکوفایی نظام تحصیلات عالی افغانستان شوند. طالبانو د پیښې کې لاس لرل رد کړی دی. او لا ډېر جزئیات راخلو. دا چې پرون له دې برید وروسته محصلین په قهر سره دغه پوهنتون ته ننوتي او یو شمېر چوکۍ ورانه کړې دي، په خپله پوهنتون کې ورانه کړی دی. لا ډېر معلومات راخلو د خپل همکار ذاکر نوري څخه چې همدا اوس د بغلان د پوهنتون څخه موږ سره د سکایپ په کرخه باندې وصل دی. ښاغلی نوري، مهرباني وکړه، نن په دغه پوهنتون کې څه دي؟ همکار عزیز سلام بر شما، صبح شما بخیر و صبح بینندگان آریانا نیوز بخیر باشه. قسمی که شما هم در جریان قرار گرفتین، دیروز پس از اینکه موتر حامل استادان پوهنتون بغلان در سایه خلاصه‌ای نارسیده به پوزیشان که یکی از محلهای تدریسی پوهنتون در سایه پوزیشان است رسیده بود، هدف شلیک افراد مسئله ناشناس قرار گرفت که تا هنوز هم هویتش مشخص نشده و گروه هم مسئولیت از این را به دوش نگرفته. اما به تعقیب از او گروهی از مسئولین به گونه خشمگین آمدن و داخل تعمیر پوهنتون بغلان در سایه کلوپ نساجی شدن و در تمامی شعبات در این پوهنتون داخل شدن و به شمول دفتر رئیس پوهنتون بغلان که ما عملا در داخل شعبه جناب رئیس های بستیم داخل میشن و تمام دار و ندار ساختمان از بین میبرن، از مبل و فرنیچر گرفتگی تا میز کار، کتابخانه، چوکی، کمپیوتر، پرنتر و همه چیز. این مشکلات و این چالش ها به تعقیب این رویداد به پیش میاد و این همه باعث شده که جریان کار اداری در دانشگاه بغلان و همچنان روند تحصیل متوقف شد و دانشگاه بغلان باید مشکل جدی روبرو شود. اخبلا امنیتی چارواکو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي چې دا برید د چا کار و؟ اگر چه مسئولین امنیتی بغلان و والی بغلان ای امنه را رد میده به طالبان مختلف، مگر طالبان همزمان با این رویداد واکنش نشان دادن و پیام رساندن برای مردم که این حمله ربط به اینا نداره و این را دسیسه دشمن میدانند و حتی نکوهش کردن. درست. او دا چه ولی دغه محصلینو مخه نه ده نیول شوې چې داسې یو وضعیت چې تاسو ستاسو شاته ښکاري دغسې یو ورانه د پوهنتون کې دننه کړی دی، ولې امنیتي چارواکو یې مخه نه ده نیولې؟ په دې تړاو باندې که چېرته تاسو د خپله د بغلان د پوهنتون رئیس نه پوښتنې وکړئ او جزئیات ترې واخلئ. دقیقا این سوال پیش ما هم ایجاد شده که با وجود که نیروهای امنیتی در محل بودن و مسئولین خشمگین داخل دانشگاه بغلان شدن، جناب رئیس صاحب چرا اینا واکنش نشان ندادن؟ نیروهای امنیتی چرا مانع اینا نشدن؟ حتی اینا قصد داشتن که تعمیر شما را با آتش بکشن؟ سلام مجدد بیننده های تلویزیون، ما از حادثه‌ای که دیروز رخ داد و منجر به شهادت دو تن که عبارت از دریوری پوهنتون و یک تن از محصلان بود و زخمی شده، چهار تن از استادان
من نهایت متاثر شدم. واقعا با وجود اوضاع بد امنیتی در کشور در ولایت بغلان برخص پانتون ای اولین حادثه خراشی بود که دیروز رخ داد. دیگه در رابطه به اینکه یا عاملین از این کی هست و کی نیست و هنوزم دقیق معلوم نیست، لیکن این انتقال استادا از قسمت چپی سرک یک ضربه کلاشنکوف یا پیکا بوده و بالای استادای ما و پرسنل صورت بگیره که منجر به ای حادثه میشه و ما ایرا نمیتونم پیشبینی بکنم که ای حادثه از طرف کی صورت گرفته. منتها ما همه قدر میتونم بگیم که در این جریان 14 سال و 15 سالی که پروسه تدریس در این دو محل و خوزیشان و حسین خیل ادامه داره، دیگه هیچ وقت دیگه چنین حالتی رخ نداده بود، هیچ نوع مزاحمتی در ساعات پانتون نماد آمده بود. گاه گاهی که درگیری های مقطعی که برای یک ساعت و نیم ساعت بین دولت و مخالفان دولت صورت میرد، برای یک روز نیم روز یا دو روز پروسه تدریس ختم میشد و بعدم با ما روال یادش در سای ما ادامه پیدا میکرد. دیگه فلیاز روی این من روز به نظر من اگر ما مخالفانم اگر اینا میخواستن در این مدت برای ما زیاد مزاحمت ایجاد میکردن، میشد زیادی از محصولین ما استادوی ما زخمی میشدن و بشادت میرسته، لیکن چنین کاری در سالای قبل صورت نگرفته بود و پیشینه نداشته. بیشتر نزد مردمی سوال خلق شده پس از اینکه اتفاق میفته ای روی داد مسئولین خشمگین میان داخل دفتر و صحابات کاری شما میشه و همه دار و ندار از بین میبرن. حالا سوال این است که چرا نیروهای امنیتی که در ساحه حضور داشتن مانعی کار از اینا نشدن؟ این سوال نتانه نزد مردم این سوال ایجاد شده. ما وقتی که نماز عصر تا عصر در ولایت و در شفاخانه با زخمی ها بودم و ما آمدم این شوبر دیدم، ما ایران موندم. این حالتی را که شما میبینید در این شعبه ریاست خودی پانتون به این معنی که این یک منطقه جزیره، یک منطقه کاملا غیر علاقه است، در این جایی دولت و حکومت و چیزی وجود نداره که چنین کاری صورت گرفته، در حالی که در لبی دروازه ما یک 3-4 نفر از سرباز ها توظیف بودن و فضل خدا قمان ناسی به امنیم در ولایت بغلان خیلی شخصی فعال و کارکن ریاست امنیتی محترم همچنان. لیکن چنین جلوگیری که اقلا یک مانع میشدن که باید یک تعداد معصرینی که یا استادایی که روی هدف خاصی اینا آمدن داخل شدن و تمام است بود و به صدا هزار افغانی خساره برای دولت یا برای خس برای پانتون وارد کردن، این کار انجام دادن. به نظر ما که از یک سال به این طرف مسئولیت پانتون بغلان به عهده دارم، فقط یک اختلاف در اینجا وجود داره که یک تعداد افراد اشخاص میخوان که پانتون باید در داخل پل خمری در اینجا باشه و یک تعداد میخوان که پانتون در همون جایی که دولت تعیین کرده در صدا جریب زمین از فرد مثال سایه و سنخی 200 جریب زمین تعداد زیادی از تعمیرات وجود ساخته شده در پوزه ایشان و همین شکل 50 جریب زمین و تعمیر وجود دارد، یک تعداد نمیخوان امیر بانه قرار داده، میخوان که یک زمینه انتقال پانتون از سایه پوزه ایشان به سنخی مساید بسازند. به نظر ما علت اساسی بنیادی این موضوعات اینمی است. به تقیب از اینکه بالای موتر استادان حمله صورت میگیرد، دفعتا گروهی از مسئولین شکل میگیره و اعتراض برپا میکنه و میان داخل دفتر شما و همه دار و ندار شما را از بین میبرن. میگی کسایی هم از پشت پرده کار بکنن و بر ضد شما اقدام کرده باشن؟ طبعا عملا دیروز شاید که یکی دو تصویر هم گرفته باشه با شدیدن این حادثه دلخراش همه از استادان هیئت رهبری پانتون اینا ما رفتیم در شفاخانه و قبل از اینکه خود شهدا را و زخمی را به داخل شفاخانه بیارن یک تن از استادای ما هم جون آمدن اون با ما پرخاش کرد
و ما گفت که تو قاتلی نمی چیز هستی، استادا و محسنین که زخمی و شهید شدن قاتلی از هستی. ما سالها قبل بر نگفتیم که پانتون از جا به جا انتقال بطی و با ما برخورد کرد، در تومی خواست بر خود فیزیکی بکنه که یک پیزان نفرها و مانه شدن و رو سو بردن ما دیگر طرف. به میشکل اصلی موضوع هم همین موضوع است. به عنوان آخرین پرسش، روند تحصیل در دانشگاه بغلان متوقف است. این تا چه زمان ادامه خواهد پیدا کنه؟ والا این زمان ادامه پیدا میکنه که دولت جلوی چنین افراد اشخاصی بی‌بندوباره، اگر فرض مثال محصول است، اگر استاد است، جلوی از یاره بگیره. ما دیروز قراری که با ما قصه کردن اون تعداد زیادی که در چاوک و در داخل دانشگاه هم اینا هم بودن، یک تعدادی از یا محصول نبودن دیگه، حتی یک تعدادی زیادی از یا از جمله محصولانی نبودن که در سایه پوزیشان و سایه خیلی دست میخوانن، بلکه اینا در اینجا بودن. و از طرفی یک تعداد نفرهای مغریز و منفعت طلب استفاده جو که همیشه در فکری به دست آوردن ریاست است، تخت تلاشی زیادی هم در وزارت انجام داده که تا پست ریاست پانتون بغلان به دست بیاره و اوجا نتیجه نداده که این زمین سازی را هر لحظه انجام بیده. دیروز از این حالت این نفرات یک دسته نفر است استفاده خوبی را کردن انجام دادن و خساراتی زیادی دادن. ما شاید با مصرف دوها لگریکه ما نتونیم دوره تجهیزات و وسایلی که بسیار به شکل بیرمانه و به شکل تجالی و جهالت آمیزش انجام دادن باید به نظر ما از وزارت محترم تحصیلات عالی از ارگانهای زیرفت بیاین ایره ریشه یابی بکنن و از من پرسو بکنن که همین استاد ماهان یا رئیس پانتون بغلان در جریان یک سال آمده چی تغییراتی را در پانتون آورده، چی کارهای مسمی را انجام داده، چی کارهای خوبی کرده، چی کارهای خرابی کرده، این همه بررسی و ارزیابی شود. اگر ما تعلیلی در وظیفه انجام داده باشیم ما جزا ببینم، اگر اینا به شکل جهالت آمیز شی تخریبات کردن اینا رو شما ببینید، سالانه روزانه مثلا ها نفر زخمی میشون، شهید میشون، حتی در محلاتی که زوج امنیت تامین است ما شما شهید یزی بودیم که سال قبل که زیادی از استادای ما و محصولین ما در پانتون کابل اینا به شهادت رسیدن. در اوجا رئیس پانتون کابل چی مخصیر بود در این حادثه که من در حادثه دیروز ما مخصیر بوده باشم و بیان مرا تعدید بکنن و میز چوکی الماری که اینا سرمایه ملت است و خون ملت خریداری شده اینا بشکنن و عمیق هم باید این برسی شد. زنده و سلام. سلام همکار عزیز، سلام مجدد به شما. خاقلی نوری تاسنا دیر ازیاد من کلچه تا پانتون تر نواتلی وضعیت څه ډول و، نن وضعیت هلته څه ډول د محصلینو تګ راتګ او د استادانو تګ راتګ آیا نورمال شوی دی او که نه؟ که څه هم ستاسو شاته چې کوم تصویر ښکاري د یو نورمال وضعیت څرګندوی نه کوي؟ بدون شک همکار عزیز، قسمی که رئیس دانشگاه بغلان گفتن وضعیت هنوز معلوم نیست، تمام محلات تدریسی دانشگاه بغلان دربش بسته است، مسئولین حضور ندارن و همچنان کارمندان اداری هم حضور ندارن و یا منتظر ازی هستن که هیئت با صلاحیت از وزارت تحصیلات عالی و از نهادهای مربوطه بغلان تشکیل شود تا قضیه را به گونه جدی بررسی بکنن و کسانی که در عقب این رویداده که به تعقیب حمله مسلحانه بالای موتر استادان دانشگاه بغلان اتفاق میفته، یعنی هدف مزمو تظاهرات خشمگین است، کسانی که دست داره اینا شناسایی شود و مورد پیگرد قرار بگیره و طبیعی است که حداقل تمام امکانات و تجهیزات را که به تازگی دانشگاه بغلان خریداری کرده بود از مبل و فرنیچر گرفتگی تا پرنتر و کامپیوتر و میزکار همه تخریب شده و شکسته، اینا خریداری شده دوباره و کار به گونه نرمال در دانشگاه بغلان مقرر گرفته شده و همو عرضه خدمات داخلی برای مراجعین صورت بگیره. درست. او یو وروستی پوښتنه مطرح کوم، خپله دقیقا دغه حمله په کوم ځای کې
په کومه سیمه کې رامنځته شوه؟ آیا د دغه حمله په شاوخوا کې او په دغه لار باندې چې دغه باستر برید لاندې راځي امنیتي پوستې نه وي؟ از پل خوندی که برایم بریم به طرف ولایت کندوز، نارسیده به ولسوالی بغلان مرکزی ساحه‌ای است به نام خلازایی. در ساحه خلازایی تعمیر تدریسی دانشکده زراعت دانشگاه بغلان موقعیت داره و نارسیده به تعمیر تدریسی قسمت به نام خلازایی یاد میشه و همیش نامن است. در استقامت موتر مورد حمله مسلحانه قرار میگیره و از طرف دیگر امکانات ارتش ملی هم در این موقعیت موجود است و به گفته شاهدان عینی یک پسته پلیس هم در 100 متری امی رویداد موجود بوده. شخص مهاجم خیلی راحت میه بالای موتر استادان دانشگاه بغلان حمله میکنه و از کنار جاده رد میشه و اینا موتر بودن. تشکر. ډیر زیات مننه ښاغلی ذاکر نوري له معلوماتو.